به نام خدا سلام در این قسمت میخوام دو تا مفهوم رو بهتون توضیح بدم که اگه اینو یاد بگیرید تقریبا قلق کار دستتون اومده میخوام گیم آبجکت و کامپوننت رو بهتون یاد بدم و بگم که اینا چی هم و به چه درد میخورن خب نگاه کنید یه مفهوم کلی اگه بخوایم گیم آبجکت رو معنی کنیم گیم به معنی بازیه و آبجکت هم به معنی شیء یعنی شیء بازی هر چیزی که در داخل این صحنه شما میبینید یا هر چیزی که شما در داخل پنجره هایرارکی به صورت لیست شده میبینید همشون گیم آبجکت هن شیع بازی خب یه سری توضیحات داره که الان بهتون میگم بهتره که نرم افزار پینت رو باز کنم اگر ما بیایم و گیم آبجکت رو این مربع سیاه در نظر بگیریم گیم آبجکت پای و اساس همه کارا توی این بازی سازیه مثلا اگر شما میخوای یک تصویر رو در داخل بازی قرار بدید اگر میخواید یک صدا رو قرار بدید اگر میخواید یک کد رو در داخل بازی قرار بدید اگر یک نور رو یک جسم و هر چیزی رو میخواید در داخل بازی قرار بدید اول باید یک گیم آبجکت داشته باشید گیم آبجکت به خودی خود خالیه و هیچ کاری برای ما نمیکنه خیلی ساده مثلا میتونیم اون رو بسازیم چطوری توی پنجره هایرارکی فقط همینجا یا روی دکمه کرییت کلیک کنید یا اینجا کلیک راست کنید و کرییت امپتی رو بزنید این رو که بزنید یک گیم آبجکت خالی رو برای ما ایجاد میکنه اگر این گیم آبجکت خالی رو به این گوشه انتقال بدم همونطور که مشاهده میکنیم ما هیچ چیزی رو نمیبینیم ولی این گیم آبجکت اینجا هست و منتظره که ما مثلا استفاده لازم ازش ببریم چه بهش کد بدیم چه بهش تصویر و صدا هرچی خب مثلا همونطور که اینجا مشاهده میکنید اینجا یه عالم تصویر هست خب یعنی چی یعنی گیم آبجکت های زیاد اینجا قرار داده شدن و همشون دارای تصویر هستن یا مثلا اینجا میبینید که صدا هست یک گیم آبجکت اینجا قرار داده شده تصویر نداره بهش صدا داده شده خب چطور این کار انجام میگیره بذارید یک توضیح کلی بدم همونطور که گفتم این مربع خالی رو گیم آبجکت در نظر بگیرید خب و این گیم آبجکت چیزایی که لازم داریم و بهش میدیم خب حالا گفتم که گیم آبجکت به خودی خود خالیه و اگه مثلا به چیزایی مثل تصویر یه تصویر اینجا بکشم. تصویر، خب مثلا بعدش مثلا صدا. خب، چند تا محدود. همینطوری. دیگه مثلا فیزیک مثلا نور و همینطوری چند تا جز رو بکشیم مثلا جسم خب نگاه کنید گیم آبجکت که به خودی خودش خالیه و برای اینکه بخواد کاری رو مثلا برای من انجام بده مثلا اینجا تصویر بگیره اونجا صدا بگیره باید چی کار کنه اینجاست که پای کامپوننت ها میاد وسط گیم آبجکت میاد کامپوننت هایی که لازم داره رو میگیره و به وسیله کاراش کاراشو انجام میده مثلا این گیم آبجکت فعلی ما یکم بزرگترش کنم مکعب رو یا مربع رو هر چی نگاه کنید این گیم آبجکت فعلی ما به خودی خود الان هیچی نداره مثل همین گیم آبجکت خالی که اینجا ساختیم و هیچی براش مشخص نیست خب ولی مثلا اگر تصویر بخواد چی خب باید بیایم و جزء تصویر رو بهش بدیم تا برای ما یه تصویر رو بالا بیاره صدا بخواد همچنین باید بیایم جزء صدا رو بهش بدیم فیزیک بخواد باید فیزیک رو بهش بدیم پس کامپوننت ها همون عیزا هستن که ما اونا رو به گیم آبجکت میدیم تا کارهای نظر رو برامون دیگه انجام بدن مثلا این گیم آبجکت این مق... مربع سیاه مثلا الان خب کامپوننت های تصویر صدا و فیزیک رو داره ولی مثلا کامپوننت های نور و جسم رو نداره اگه ما نور رو بخوایم باید نور رو بهش بدیم به همین سادگی خب یه توضیح کوچیک دیگه تمامی گیم آبجکت ها هیچ فرقی نداره هر گیم آبجکتی که باشه خب همشون به صورت پیش یه جز دارن یه کامپوننت کامپوننت معنیش همون جزه یه جز پیش دارن که هیچ وقت هم تغییر نمیکنه. البته منظورم از تغییر نکردن اینه که مثلا حذف و اضافه نمیشه. خب این جزء پیش فرض مختصات نام داره همونطور که من و شما توی دنیای واقعی هر کدوممون شهرمون یه جسم در دنیای واقعی روی کره زمین یه مختصات داره یه مختصات مکانی توی بازی سازی هم یه همچین وضعیه خب و هر چیزی یه مختصات داره و ما برای حرکت دادن و شناسایی و بقیه کارا از مختصات استفاده میکنیم و هیچ بازی هم نیست که از مختصات براش استفاده نشده باشه خب گیم آبجکت ها میان و عیزاشون توی پنجره اینکسپکتور ما میتونیم ببینیم مثلا الان میبینید که اینجا یک نام داره خب حالا نامش رو عوض کردم حواسم نبود یه تگ داره یه لایر داره که اینا رو بعدا توضیح میدم و از اینجا به پایین تمامی کامپوننتاش تمامی اجزاش لیست میشن مثلا همونطور که گفتم همشون بلا استثنا یه کامپوننت مختصات دارن این کامپوننت ترانسفورمشه ترانسفورم همون مختصات که سه قسمت پوزیشن روتیشن و اسکیل داره که اینا رو بعدا توضیح میدم جلساتی درباره همینا به صورت جداگانه خواهیم داشت که در هر کدوم به بررسی اون کامپوننت میپردازیم اگر مثل همینجا مثل اینجا مثلا بخوام یک کامپوننت رو چطور اینجا مثلا اومدم گفتم تصویر رو اینجا قرار بدم درسته اگه بخوام مثلا برای این گیم آبجکت کامپوننت تصویر رو قرار بدم باید چیکار کنم این گیم آبجکت رو انتخاب میکنم در پنجره اینسپکتور نگاه کنید یه دکمه هست در قسمتی که کامپوننت ها مشاهده میشن اسمش هست اد کامپوننت وقتی که اینو بزنم خب یک لیست گروه بندی شده مشاهده میکنید تمامی کامپوننت ها توی این لیست ها گروه بندی شدن الان اگر شما تازه کار باشید شاید براتون یکم گیش کننده باشه ولی وقتی که حسابی با یونیتی کار کردید و با کامپوننت های مختلف آشنا شدید عین آب خوردن همشو انجام میدید و همه میشناسید مثلا الان اگر من بخوام یک کامپوننت تصویر رو به این گیم آبجکتم هم اضافه کنم که مثلا برای من یه شیرینی رو نشون بده این گیم آبجکتم الان اینجاست و هیچی نداره من میخوام یک تصویر شیرینی رو برای من نشون بده خیلی راحت در این قسمت میرم به اون گروه بندی مربوطه یا اسمشو این بالا جستجو میکنم اگر اسمشو بلد باشم کامپوننتی که مثلا میاد تصویر رو نشون میده که در آینده بیشتر دربارهشون صحبت میکنیم اسپرایت رندرر اسمشه اسپرایت همون تصویره رندررش هم همون پردازش تصویر اسپرایت رندرر نگاه کنید وقتی که من میام و رندرینگ رو در گروه رندرینگ قرار داره اونو انتخاب میکنم میبینم که کامپوننت های زیادی مثلا توی این گروه قرار دارن اسپرایت رندرر اینجا انتخاب میکنم همین که انتخابش کردم نگاه کنید به اینجا اضافه شد خب یعنی علاوه بر کامپوننت پیشورز ترانسفورمش الان کامپوننت یا جزء اسپرایت رندرر رو داره و این اسپرایت رندرر ویژگی هایی داره که این پایین مشاهده میکنید مثل اسپراید کالر فریپ متریال سورتینگ لایر اوردرینگ لایر که بعدا باهاشون آشنا میشید ولی مثلا این قسمت اسپرایت میاد و تصاویر رو میگیره و برای ما نمایش میده مثلا من میرم اون تصویرم رو در پنجره پروژکت پیدا میکنم و میکشم روی قسمت اسپرایتش نگاه کنید الان این گیم آبجکت خالی با استفاده از کامپوننت اسپرایت رندرر این تصویر رو برای من نشون داد من دارم تصویر یه شیرینی رو با کاخ از سبز میبینم درسته؟ حالا شما لازم نیست که مثلا همیشه اول که بخواید یک تصویر رو اضافه کنید یه همچین فرایندی پیچیده رو کنید خیلی راحت اون تصویرتون رو اگر روی مثلا پنجره سین بکشید مشاهده میکنید که با نام اون تصویر یک گیم آبجکت ایجاد میشه کامپوننت پیشورز ترانسفورم رو داره یک کامپوننت اسپرایت رندر به صورت خودکار اضافه شده و اون تصویرتون در اون قرار داده شده ولی خب تصور کنید که مثلا یک گیم آبجکت ساختید و این گیم آبجکت اینجا قرار داره اینجاست الان شما نمیتونید با این روش بهش هیچ تصویری رو اضافه کنید پس شما باید بلد باشید که چطور کامپوننت هاتون رو اضافه کنید و از اون استفاده کنید که در مواقع لازم اونا رو به کار بگیرید مثلا یک پلیر میتونه تاثیر داشته باشه فیزیک داشته باشه صدا داشته باشه نور داشته باشه همه چی داشته باشه خب پس شما باید اینو بلد باشید که چطور کامپوننت ها رو اضافه کنید و ازشون استفاده کنید پس من الان مثلا دوباره میام اد کامپوننت میزنم در قسمت رندرینگ یک اسپرای رندر رو انتخاب میکنم و یک تصویر رو بهش میدم حالا مثلا میخوام این تصویر من فیزیک هم داشته باشه من تمام این های قبلی رو خیره فعال کنم. اینم پنجره گیم که در دربارش بیشتر براتون توضیح میدم. نگاه کنید. این شیرینی من اینجاست. اگر من بازی رو پلی کنم، این دکمه رو که میزنید بازی پلی میشه. و بازی برای من اجرا بشه. تنها چیزی که من مثلا مشاهده میکنم چیه؟ یک شیرینی که روی هواست. درسته؟ من اگر بخوام مثلا این شیرینی من فیزیک داشته باشه و بیفته چیکار کنم؟ خب اینجا بهتون گفتم که اون چیزی که میخواید اون کامپوننتی که میخواید رو باید به گیم آبجکت اضافه کنید که اون کار براتون انجام بده درسته پس اد کامپوننت میزنم دنبال کامپوننت فیزیک میگردم چون که بازی ما دو بودیه کامپوننت فیزیک ما در بخش فیزیک تودی قرار داره اینو که میزنم ریجید بادی تودی میاد و کار فیزیک برای من انجام میده این کامپوننت رو اضافه میکنم همونطور که مشاهده میکنید این کامپوننت اضافه شد خب همونطور که میدونید دیگه پنجره این تمامی خصوصیات گیم آبجکت ها رو نشون میده و الان اگر بازی رو پلی کنم میبینید که این گیم آبجکت من فیزیک داره و میفته گرفتی چی شد؟ ولی قبلا که این کامپوننت فیزیک رو نداشت هیچ فیزیکی روش اعمال نمیشد درسته؟ پس شما فهمیدید که چطور فیزیک رو اضافه کنین مثلا ما بیایم نور رو اضافه کنیم نور هم در همون بخش رندرینگ قرار داره اسمش لایت البته الان فعلا روی این تاثیر نداره بعدن در بخش نورپردازی بیشتر ببینیم مواظب این پرده پس امیدوارم که یاد گرفته باشید کامپوننت ها و گیم آبجکت ها فرقشون چیه گیم آبجکت هر چیزی که در داخل بازی باشه یک گیم آبجکته و کامپوننت ها اون ویژگی های گیم آبجکت هستن که گیم آبجکت با استفاده از اون کاراش رو انجام میده و حالا مثلا یک کاری در پنجره هایرارکی کلیک راست کنیم مشاهده میکنید که قسمت های زیادی هست که مثلا شما بیاید چیزی رو بسازیم مثلا مثل create empty یک game object خالی مثلا create یک 3D object و یک مربع رو بسازیم یک مکعب رو نگاه کنین مکعب مربع همطور که مشاهده میکنین نگاه کنین کامپوننت هایی داره به جز ترانسفورم کامپوننت کیوب رو داره مش فیلتر و غیره باکس کلایدر داره مش رندرر داره که شما بعدا در این باره بیشتر باشون آشنا میشید مثلا یه چیز دیگر رو اضافه کنیم مثلا لایت دایرکشنال لایت یک نور نور مستقیم رو اضافه میکنیم همونطور که مشاهده میکنید این نور مستقیم ما خب یک گیم آبژکت اسمش دایرکشنال لایت کامپوننت ترانسفورم داره و کامپوننت لایت برای اون اضافه شده مثلا یک صدا رو اضافه کنیم یک صدا اودیو اودیو سورس نگاه کنید این اودیو سورس ما یک گیم آبجکت با نام اودیو سورس و کامپوننت اودیو سورس براش اضافه شده پس امیدوارم که فهمیده باشید قضیه چیه و اینو درک کرده باشید اینو تمرین کنید و بیاید به قسمت بعد موفق باشید